اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعين الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم ما شب گذشته راجع به این صحبت کردیم دو شب اول این که مسیر اربعین یک سری ویژگی ها داره که ما رو آماده میکنه برای ظهور امام زمان الله برای سعادت دنیوی و اخروی و یه ویژگی خاصی داشته که از ابتدا در درونش نهفته بوده و الان یه هفتش ده سالیه که ظهور و بروز کرده مثل کسی که به بلوغ میرسه و از یه سنی به بعد ریش در میاره محاسن در میاره این ویژگی هم در زیارت اربعین نهفته بوده راجع به این صحبت کردیم که اگر هم هدف با امام زمانت نشی قطعا وسط راه میبری یک جایی کم میاری شک نکن و این سنت الهی است که قطعا دست گذاشته که یه جا کم بیاری اونو پیدا میکنه یعنی انقدر شما رو دوچار ابتلا میکنه که ببینه کدوم طرفی هستی حتی یمیزل خبیس من الطیب انقدر این کار رو انجام میده که خبیس رو از طیب جدا کنه نمیذاره بپیچونی این لامه ها یه جوری فرار کنی دیگه مدل خدا اینجوری شب اول دوم راجع به این صحبت کردیم شب سوم در مورد احسان این مسیر صحبت کردیم که شما باید اهل احسان باشی به مقام محسنین برسی خیر برسونی به همه احسان چیزی فراتر از عدل تفضل نعمت بیشتره عرض کردیم اینو باید یاد بگیری تو این مسیر برای همین به تو احسان میشه که احسان کردن یاد بگیری دیشب راجع به سرات مستقیم بودن این مسیر صحبت کردیم این اکوشو بی زحمت بگیرید داره سوت میکشه خدا خیرتون راجع به سرات مستقیم بودن این مسیر صحبت کردیم که هم از نظر اعتقادی و هندسه دینی ما رو درست میکنه و هم به یاد میده که تو مسیر سرات مستقیم باید استقامت داشته باشی و باز بازم یه جایی میزنیم کنار یه جایی کم میاری حالا یه حب دنیاست جاه مقام زن و بچه یه چیزی بین من و شما این عاقبت خوب فاصله خواهد انداخت امشب راجبه مسئله خیلی مهمی یعنی من باید اینا میگفتم تا بتونم امشب نتیجه شو بگیرم یعنی تک تک این جلسات خودش جلسه مجزاست اما به هم مرتبط امشب راجبه اربعین و اجتماع قلوب میخوام حرف بزنم شنیدید میگه و روی ان ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام میگه از امام حسن عسکری نقل شده نو قال که ایشون فرمودن علامات المؤمنه خمس مؤمن پنجت علامت داره صلات الخمسین نوافل زیارت الاربعین زیارت 40 زیارت آشورانه ها تخطم تختم فلیمین انگشت به دست راست انداختن تعفیر التعفیر یعنی خاکمالی پیشا... تعفیر الجبین پیشانی به خاک گذاشتن یعنی با مهره مهر میگذارن و الجحر به بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم شما بلند میگن یعنی یه نشانه های مخفی شیعیان بود در دوره که سازمان سری شیعه آماده میکرد خودشو برای غیبت برای اینکه شما شیعیان رو بشناسید و اگر اینا اعلام میکردن باشون برخورد صورت میگرفت یک نشانه های پنهانی داشتند که بفهم یه نفر اهل دست شدن اینا یک نشانه هایی داشتن که بفهمی یک نفر اهل تشیع یا نه مثلا میرفت یه سری سفره جای می میشستی میدی بسم الله الرحمن الرحیم میشه بلند گفت ازش بعد یواشکی دستشو نگاه میکردی میدیدی انگشترم داره بعد موقع نماز خوندن یک جای رو انتخاب میکنه که سرش رو زمین قرار بگیره مثلا اگه نمیتونه مهر بذاره میفهمیدین نوافل میخونه کار اینجوری اما زیارت اینا خب برای مخفی کردن یه چیزه و همه نشانه های فردیه اما زیارت اربعین یک کار گروهی و جمعیه یعنی همه اونها فردی جز این یکی که این کاملا اجتماعه راجع میخوام بیشتر صحبت کنیم و اون توقیه معروف امام زمان عجل الله که اگر شما اجتماع قلوب می داشتید من ظهور کرده بودم یعنی خیلی دنبال غیبت تو بین مسیحی ها و یهودی ها و نمیدونم سنی ها و اینا نباشید مشکل خود ماییم مشکل اصلی خود ماییم ما آماده نیستیم چه همه عراق نگاه کنید قبل اربعین چه خبر بوده اینجا امام حسین اسم شما جمع شد درسته؟ وایستید پس فردای عربین دوباره ببینید یعنی مشکل خود مایم ما, ما آمادگی های لازم و اون تربیت لازم برای ظهور رو نداریم و امام زمان امام منصور امام پیروز دیگه امامی نیست بشه باش تست انجام داد یازده بار این تستا جواب نداده یازده مرتبه یک دونه از ائمه ما به فوت طبیعی از دنیا نرفته همه رو زدن یعنی حفظ جان ایشون میسر نبوده مقدور نبوده دیگه اوج شکوه شیعه میدونید دیگه در این مسائل تربیتی زمان امام اوج شکوه که حتی مثلا فهمیده بودن که عمه قبلی با سم ترور شدن غذا رو فقط دو نفر درست میکردن اصلا اجازه نمیدادن حضرت بیرون چیزی بخورن غزا کسی میاره اجازه نمیدادن میرسن ترور توکسینی داریم ترور سمی داریم اینا رو مراعات میکردن اینا رعایت میکردن اما باز هم حادی هم به سم به شهادت بر همین هم ما داریم که یکی از عوامل غیبت امام زمان حفظ جان ایشونه یعنی حفظ جان ایشون مقدور نیست میسر نشده هنوز میزنن شما دید مثلا شهید فخری داد در رو چجوری زدن از راه دور با ماهواره مسلسلی که با ماهواره کار میکرد هوش مصنوعی بود سه تا تیر همه توی فاصله مثلا به شعاع 15 سانتی متر به قطر 15 است انقدر حسابات کرد گلوله اول ای ماشین رو زده بود یعنی رد شده مرمی خاصی بود که ماشین از کار خاموش بشه شما مجبور شه پیاده شه و ماهواره این کار انجام داده یک ثانیه اختلاف فقط ظاهرا فاصله بود کهشون سرش یه خورده پایین نه همون گلوله اول قرار بود سر ایشونو بزنه به همسر ایشون کنار ایشون تیر نخورده خب میشه شیه فردا اونو بفهمن امام زمان کجاست یخاف القتل وجود داره ترس از خوشش شدنشون وجود داره روایت دارم براتون میخونم المحذب الخائف شما خطاب به موزم میگید ترس از کشته شدن شما وجود داره در مورد حضرت موسی اینه وقتی از, ف... از مصر رفت هر چی رفت اینکه میکشتنش میگرفتنش خائفا یترقب آیه قرآنه در حال که ترس از کشته شدن او بود به سرزمین شعیب رفت شیعه تا روزی که نتونه اختلافات خودشو بذاره کنار منسجم بشه پیکر واحد بشه تازه کار انجام بده ظهوری در کار نیست به شما بگم خدا با امام زمان بقیه الله یه آخرین ذخیره خداست آخرین ذخیره خداست این بچه های بی تربیه زده همین رو خدا یه لامپ دیگه بیشتر نداره که نور بده اونه در معرض بچه های بی تربیت قرار نمیده تا ما که این بچه ها بزرگشن با تربیت شد نمیتونم محافظت کنن حالا ما خودمون رو درست کنیم دشمنان چی؟ ما محافظت کنیم برای همین باید دوله هم تحت ما باید, به قدرت برسیم اما اصلی ترین مسئله قبل از اینکه امکاناتی فراهم بشه برای ظهور میدونید موسا میره بر میگرده چند سال چل سال پنجا سال چقدر طول میکشه تا بره برگرد و این قصه ها مختلف گفتن این مردم در زیر ظلم فرعون در اثر ظلم یک پارچه شدن اینو بفهمید یا خود شیعه خودش درست میشه یا در اثر دشمنی یک پارچه میشه میدونین چی اون موقع باید یذبهون ابناهم و یستحیون نسام اون موقع زب میکنن بچه‌هاشون رو و زناشون رو زنده نگه میدارن برای کار دیگه هم همین کار برای اسرائیل آوردن داعش دیدید عراق چه متحد کرد ها یه دشمن دید ایران عراق و عراق چجوری کنار هم قرار داد دید چجوری از افغانستان فاطمیون و از پاکستان زینبیون و از جمهوری آذربایجان حسینیون و چجوری یک پارچه کرد دشمن مشترک اصلا غیر مرز مشخص میکنه غیر مرز مشخص میکنه تا شما مرز نداری براعت نداری اصلا هویت نداری میمیشه یه خونه دیوار نداشته باشه هر چیز ارزشمندتر باشه بیشتر باش دیوار میذارن گاف صندوق میذارن ده تا دیوار میذارن پادگان های نظامی چی میپان این مراکز امنیتی و اطلاعاتی رو این چجوری حراست میکنن شما هرچی ماشینت بهتر باشه دوزگیر گرونتر برش میذاری چادر میپوشونی تو پارکینگ میذاری کوچه که خطی میندازه در حد یه خط انداختن روش حساسی این چطور اعتقاداتی که توش براعت نباشه صلح کل همه چی خوبه همه خوبن همه جا خوبه یعنی فساد یعنی گوشت رو در معرض گربه قرار دادن در میکروب قرار دادن قطعا این اتفاق میفته فهم بکنیم ما اینجا اصلا شما تو راه باید راه بری از نظر فیزیکی فیزیکو ما دیشب راجع می حرف زدیم که وقتی ما یه کاری رو انجام میدیم مغز ما و نفس ما اثر محتوایی از اون میپذیره اثر فکری از اون میگیره برای همین یه کاری میگن اگه آدم صبوری نیستید صبوری نیستید یه کاری مثل پیاده روی شما رو صبور میکنه آدم ها که صبور نیستن دنبال سرعتن مثلا دیدی مثلا یه نفر میخواد یه کاری رو انجام بده شخصیت نوع اینطور تو روانشناسی مثلا میخواد یه کاری رو انجام بده بعضی دیدی چه با چه آرامش مثلا لیوانو رو داره اینجا نگاه میکنه اینجا آروم دقت میدن دیدید بعضی اینجا دقت میدن مثلا یه دوستی داشتیم اینجوری میرفتیم پیشش این صفحه کامپیوتر رو ببندین ماوس رو برمیداشت اینجوری آروم 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 این فلشه میرفت 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 مستطر می یک سالی تو راه بوده همینطور من دیگه کوره در میرفتم میگفتم زهر مار زارت دکمه <تصفح> میمیریده می به جمله هم هستم این شتاب زدگی خوب نیست همچین کسی دقیقا باید یه حلیم نیستید فتحلمو. ادای حلیما رو در بیارید ادای صبورا رو در بیارید یا خودت به این میرسی یا ابتلاعات زندگی که خدا سراغت میفرسته صبورت میکنه میگه بند خدایی بود شهر بود توی شهری به گن کشته بود دهات و شهر و هر جا بود پول جمع کردم بکشنش راحت بشیم از شهرش که خدا آمد کنم چیکار میخوام اینو من میخوام درستش گفت چقدر پول جمع کردی گفت مثلا هزار دینار مثلا گفت 500 تا بدید من درستش تضمینی درست نکردم من پونز... من هزار دینار به شما میدم من میارزه خوبه رفت زنش داد زنش دید گندلات شهر دیگه با کلی رد خالکوبی و چاقو و ماقو و این چیزا یه روز از سر کار برمیگشت یه نوسنگک خریده بود یه سگم افتاد دنبالش سگ یک واق واق میکرد نمیشت. پاچه ما رو نگیره هیچ که نون مینداخت هیچ که نون مینداخت هیچ که نون مینداخت نزدیک خونه شد دید یا اول فصل نصف نون که مونده الان برم بزنه چی بگم این الان شروع میکنه غرغر 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 نابودم من به سگه گفت میری یا به کت خدا بگم تو هم زنت بده آره هر چی لات باشی خدا درگیره درگیر بچت میکنه بچه یه سال بچه خودته دوستش داری دست بهش نمیتونی بزنی کسی دست بزنه قلم دستش خورد میکنی بعد میبینی نصف شبی به خدا سرت میاره و بچه بلند میشد نصف شب و من آب میخوام آب 10 ده ثانیه دیر بهش میرسوندی من نصف شبی رو دوشم گذاشته بودم تو خونه میدویدم ایشون رضایت بده ساکت چه به خدا نصف شب سه سه نصف شب و چرا دیر رسوندی آقا یه حاکمی سرت میذاره محکوم باشی تو بردش میشی صاحب کن ای من توصیم کلا اینه بیا برنامه های خدا رو همینجوری با زبون خوش خودمون خودمون بریم اجرا کنیم خودمون با زبون خوش مگه نه میکنه مدلش چیکار سنتشه دیگه کسی هم نتونست از در بره همون فرعونش همه بچه ها رو میکشت همه بچه ها رو میکشت موسی که دید محبت خدا محبت موسی رو نقطه دلش پدرشو در بود دو سه بار فرعون تا مرز مرگ برد یه بار بار عام داده بود فرعون فرعون بزرگش کرد از همینجا دلش میسوخت یه بار بار عام داده بود بالا میشه فرعون پله بود اون پای موسی داشت بازی میکرد چهار پنج سالش شد دو بار دور تخت میچرخید بعد یه لغت زد زیر پای جلوی صندلی شکست این فرعون 25 تا پله رو با پوز رفت پای. اینه حالا فرونی که بچه ها رو سر میبرد چه کوچیک و سر میبرید خدا اینجوری تو کاست میذاره بعض ما بله محبت محبت بنده حلقه <applause> دیشب راجع این صحبت کردیم ببین اونی که دوستش داری گیرش میندازی یوسف یازده تا برادرش اومدن پیشش اون پیمانر تو باره کی قایم کرد اونی که دوستش داشت بنیامین که چی که نگهش دارون دهتا برن بمونه پیش خودش این محبت بنده منتها ما اینا رو درک درستی ازش نداریم دیگه از این طرفی میگیم اکرمنی به معرفت و معرفت اولیاکم به ما کرامت کن معرفت شما رو راجب این جلسه اول صحبت کردیم و رزقن البراعت من اعدا و رزق براعت رزق میشه اما روزی براعت بدی دشمن شناس باشم چرا؟ اینو داشتم میگفتم شما این مسیر فیزیکی که میری راه که میری راه همیشه بیراهه داره بی بیراهه یعنی به راه یه خط وسطی داره که به شما میگه کدوموری برید دو تا گاردریل داره که به شما میگه کدوموری نری اصلا باید یه راهی رو بری مثال میزنه خدا مثال سبیل میزنه مثال سرات میزنه مثال گردنه میزنه میگه عقبه ای در راهه می اونجا جایی که راه سخت میشه باید بپیچی بگی جاده پیچید من نپیچیدم این نمیشه تا در ری ان یجعلنی من میخوام فی دنیا و با شما باشم گفتیم راهش چیه اون هم هدف و هم راه شدن و اینجا میگه که بان یثبت علی اندکم قدم صدق دنیا و من باید ثابت قدم قدم صدق صادقانه با نیت خالص تو این مسیر باشم اینم تو سرات مستقیم توضیح دادیم حالا این اربعین چیه این مسیر رو شما میری که چند تا چیزه اولا اربعین خودش یه موجوده خودش یه موجوده در حال تکامله داره رشد میکنه یعنی من خودم تو این افش ده سالی که الان این مسیر هست به غیر از این دو سال کرونا من نیومدم من قشنگ متوجه تکامل آدم ها دارم تو این مسیر میشه دعاها داره تغییر میکنه میرسن کربلا 45 دقیقه داد میزنن اللهم مجل ولی کلفرش زیر قبه همه مردم با هم کجا بود اینا سه سال پیش کجا بود کسی بلد نبود از این چیزا یک جای یا خودمون میفهمیم یا خدای بلای سرام میاره همه مردم الله الهی از اون بلا هم قاطی دعاها شد قبلش به رسمیت نمیشناختنش تاش اللهم ما کن ولی کلوجت نمیرسن 50 سال طول کشید و رسمیت پیدا کرد خدا رحمت کنه مرحوم های کافی رو هم سالا ها اومدن دای ندبه خونه رو دا دای فهمیدن چی چیه بعد یه دای سلامتی رو به جای دای فرج میخوندن اشتباه اون اللهم کن لو ولی دای سلامتیه دای فرج الهی از اومال بلاست یه کرونا یه کرونا زد خدا الهی از اومال بلا <تصفح> آره درست میشید یا بقیهش هم بیاد گفتن بیایم بریم با خدا ببندیم بگه بچه آدم بریم بشینیم باش حرف بزنیم خدا قربونت برم چی بگو همون انجام بدون خودم به زبون خوش خدا آزار نده که خود اذیت کنه که تا خودم درست شیم برفه گوش بدیم این که من شنیدم خودم جای نخوندم شنیدم که از این جنرال های آمریکایی گفته بود این اجده های سیاه در حال بلعیدن همه چیزه باید فکری کرد چی گفته بود؟ اربعینو شما میگی ها چند نفر جمع شدیم میریم زیارت دیگه مثلا چند نفر با هم رفتیم چند نفر جمع شدیم بریم کو به آنتالیا بریم این اون خبرها نیست نه این یه هویت جدید داره که تک تک ماهایی که صاحب عقل و شعور و انتخاب هستیم سلولهای بدن این هویت جدید به اسم اربعینی که در حال تکامله اگر سلولها درست عمل نکنن میگن این بدن سرطان داره خود این سلول داره حمله میکنه جاش درست نیست این سلول استخون باید جا... کنار هم استخون باشه اومده تو مغز داره رشد میکنه میگن که سلول سرطانی خود بدنه یه جای بی خود داره رشد میکنه اشتباه داره رشد میکنه دچار بیماری خود ایمنی شده سیستم ایمنی به خود بدن حمله کرده میبینید این بدن باید به سلامت برسه شاداب باشه چابک باشه اون موقع چه بسا خداوند به ما رحم فرمود و ظهور آقامون رو رسون این نمیشه که قصه مختار رو شما میبینید به مدد صدا سیما همه تقریبا دیالوگا رو حفظیم ایرادی هم نداره خیلی خوبه مگه روزه ها تکراری نیست مختار روزه مصور چه ایرادی داره ما روزه هاییم شما میبینید اختلافات شیعه با هم چه بلاهایی سر ما تربیت نشدن شیعه چه بلاهایی سر ما بود این ترس خود انتقادی خودمون رو باید بررسی کنیم. شما تو این یا بسیر یاد میگیرید که محبت داشته باشید به امام که داریم یعنی همهمون همه هم گیره پیمانه حسین تو بار همه این خوبه همه رو نگه داشتیم بعد بعد به این فکر کنیم بگیم چرا پس ما هم دیگر دوست نداریم وقتی او همه رو دوست داره پس در ما امید داشته گنجی بوده روزنه امیدی بوده چرا من تو این آدم روزنه امید نمیبینم چرا انقدر ساده به هم تهمت میزنیم چرا انقدر راحت هم یه مسخره میکنیم چرا انقدر راحت به هم دشنام میدیم به ما زبون هم دیگه نمیفهم اینجا دور هم جمع کرده یه جوری به ما محبت میکنن عرض کردم شب های گذشته شما ما ایرانی های اینا رو متوجه نیستیم متاسفانه خوزستانی های ما اینا رو میفهمن ما ها متوجه نیستیم اون پیرمردی که با جلو در موکبش درست اون شیخ عشیره اون غیر خود خداست خود خود خداست دست و پا رو زمین داره راه میره شما بگم اینجوری میاد در خدمت من شما مشتمال میده تو کفش برات جفت میکنه اول شما رو میگه بفرمایید اون در حالت عادی نفر اون جلوتر از دری بره تو این چیکارش میکنن نه بفهمیم این محبت رو چرا ندارم مشکل هم برم برطرف کنم میاد بفهمم میگه باید محبت داشته باشید محبت چه جوری به وجود میاد با مودت دقت کنید محبت یعنی دوست داشتن مودت یعنی دوستی کردن ما نمیتونیم بی خود یکی دوست داشته باشیم یه دلیلی باید داشته باشه دیگه مثلا من بیام بگم که آقایون خانما بله از فردا بعد شما عاشقشون بشید چرا آخر دوستش ندارم مثلا طرف رفته خواستگاری یه دختری نگاه میکنه میگه دلم نمیشه چون نه داره پسر خوبی هم هست دلم نمیشه اون خواستگار اگه این کاره باشه میتونه در عرض چند وقت اون محبت رو به وجود بیاره با چی با دوستی کردن با مبد پیامبرم هیچ وقت نه نفرمود که همتون عاشق علی شید من کنتم مولا فواز علی مولا علی دوست داشته باشید خیلی حرف احمقانه میزنن به قران اینا چیزی که در مورد زندگی خودشون انجام نمیدن مثلا من معلم بیام بگم همتون باید عاشق این آقای مبصر باشید من این ولایت دوست داشتن من کنتم مولا فواز مبصر مولا این نیست نه نمیتونه باشه باشه چشم مبصر گفت برپا برپا می برپایم گفت برجا می برجایم خب اما عاشقش که دیگه نیستم که سه قهرم باش زنگ تفریح حالم گرفته حالشو گرفتم دعوامون شده اما چشم گو احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه حقد علی دارید بدونید علی برای خدا جنگیده مسئله شخصی با هیچ کدومتون نداره از غذا با اونیاتون که مسئله شخصی داره بخشیده پامنبر او کسای شکل میگرم مثل مالکش تا تو انداخت تو صورتش نمیشناخت او گفتن بدبخ شدی فردا کلت بالا داره گفتن چیه؟ گفت فرمانده لشکر علی بودا زد تو سرش گفت بدبخ شدم کجاست گفتن توی مسجد رفت مسجد اومد بالا سرش فشتت دید داره نشسته داره دعاش میکنه همینو خدا ببخشش من بخشیدم نگرانشم پامنبر علی هر کی بار بیاد اینجوریه یعنی شمشیر زدن واسه دشمنه نه واسه احمق واسه جاهل که این دردار ندارین بعد نیاز به مداوا داره این مریضه بعد مثل دکتر بشینی بالا سرش تبش رو چک کنی اون جراحتشون کسافات زخمش رو در بیاری چرک زخمش رو در بیاری اخو پیفم نگی میگه میگه اهل با جزامی یا غذا میخوردن خوردن لقمه می گرفتن در اینا میذاشتن ما ندیدیم جزامی عزیز ما ندیدیم جمع شدیم این مریضی تو این مسیر مودت میبینی محبت شکل میگیره شما فکر کنم تو همین مملکت 8 سال جنگیدیم با هم دیگه تعارف ندیم تعارف داریم جنگیدیم اما یه نفر بیاد به ما بگه عراقی ها بدن میگیم بابا خفهش رو حرف مفت نزن <applause> چرا میگه من رفتم عراقی ها رو دیدم اونا بحثی ها بودن اونا تفکیک میکنی اصلا یا ما جز خوبی ندیدیم ببین کار خوب میکنی احسان کنه که از ویژگیش اینه و احسان یعنی عدل یعنی تا اندازه که حقه احسان اضافه تر میکار اضافه ترم انجام داده برای من من بدم خونه و زندگیش در اختیار من بوده به من اعتماد کرده من تو حریم خودش راه داده مالش در اختیار من قرار داده من وارد حریمش شدم ناموسش تو اون خونه زندگی میکنن شد چرا تو پیدا ببین دوستی کردن محبت به وجود میاره ما چرا عاشق مادرمونیم؟ باید اون خوبی کرده یعنی شرطی شدیم به اون چهره میگیم همون چهره که ما شیر داد این همون چهره که ما غذا داد این چهره که هر موقع نیاز به آغوش و پرمهرش داشتیم هر جا ترسیدیم گفتیم مامان دویدیم سمتش هرچی پدر مادر دوست داریم اینه حمایت کردن ما رو بعد میفهم انا و علی ابا و حاضر الامه میتونیم بفهمیم من خیلی بیشتر دوستتون دارم میتونی بفهمی اون دنیا پدر مادر خودتون نمیشناسی اما من یموت یرنی هر کدومتون بمیرن علی رو میبینن میشناسنش منتظرن بین منتظر امام رضایی قلاد سبا بیاد بالا سرت میدونی وقتی اون فرشته های اعمال ناشی از تجلی اعمال خودمون خدای نکرده که به شکل بد بیادن بالا سرمون تنها امیدمون اونجا میگردیم میگیم باقا میگه اون پیمانی که بارم بود پیدا میکنم میگه این هم گذاشت اما ما اینجا پس احسان هم صورت میگیره یعنی مودتی صورت میگیره این مودت محبت میاره وقتی محبت شکل گرفت گوش شنوا میشه بیا حرف بزن ببینیم چی میگی دیدی وقتی سوء تفاهم هست ببین یه انتخاباتی برگزار میشه توی مملکت یه سری طرفدار آ میشن طرفدار ب یا آره میره یه به یکیشون رای میره درست شد بعد تموم میشه میره این آیا فقط منتظرن این بدبخت کاندیدای به دست دست با خطا کنه تو بوق کردن کنن به یام همینو در مورد کاندیدای خودشون اینطور نیستن چون نسبت دو محبت دارن چون نسبت به اون محبت دارن به خودشون محبت دارن چون اون نتیجه رأی اینه نتیجه نظر اینه اون برای همین بعضی‌ها دیدی مثلا یه آدمی که گندم زده خرابکاری هم کرده کوتا نمیان چرا کوتا نمیان چه اصلا اساسا این آدم ها آدم بد لجیان او اصلا مسئلهش نیست مسئله خودشه میگه چون من انتخاب من بوده چون منتخب من بوده لجه اینه یا اینجا نگاه میکنیم بابا نگو رو یا اصلاح تر بسولی ها مملکت ما دورم جمع کنیم مثلا سب و گربه صبح تا شب دعواه بعد اینجا نه اختلاف سیاسی اختلاف مثلا در مرجعیت مثلا مقلد ایکس و مقلد ایگره نه مثلا نجادهای مختلف فرهنگهای مختلف بعضا ادیان مختلف ادیان مختلف. مختلف یا کیا امام حسین تو بارشون یه چیز قایم کرده باشیم بیم دور رمزه چون محبت رو دارم بریم آرام آرام ارتباط سلولی شکل میگیره و این بدن به سلامت میرسه دیگه سلول به هم حمله نمیکنم به هم کمک میکنن این موجود جدید شما میگید اجده ها ایبی نداره راست میگید این اجده های موساست قراره ببلعه سحر شما رو داره میبلعه تمام مظاهر دروغین سهرامیز و سهرالود شما رو داره میبلعه تمام داشته های قرب تفرد درون درونه میبلعه اینجا دقیقا تأکید بر جمعیت این موجود حالا هماسزا شده ترسناک شده برای و اینا همه ما تو خونه امام ما بودیم که اومدیم اینجا ترسناک نبودیم دور هم که جمشیم ترسناک شدیم برای اینا و هر سال هم دقت بفرمایید تو تو موقع اربعین یه قصه درست میکنن اینا که یه حاشیه یه, یه قصه درست میشه اونو بولد میکنن اینور صداش پخش نشه هر سال روش این رسانه ایناست من هر سال منتظرم میگم یه چیزی رو خواهد شد یعنی ما میتونیم حفظ کنیم خودمون رو دستاوردان یا اهم مهم میفهمیم یا نه پس شما یاد میگیرید که محبت داشته باشید احسان کنید هم به امام هم به هم هم به یکدیگر. دیگر آه من چطور میتونم به امام حسین خواهد حسین چه نیازی به احسان هیچی نداره <laughs> <laughs> یا مولتی میلیاردر چه نیاز داره مثلا یه فقیر چی میخواد برای کمک کنه چیکار میخواد بره بکنه بره بکن؟؟ اینجا باید خود شیرینی کنی دقیقا باید خود شیرینی کنی دقیقاً باید پا تاول بزنه به عنوان درجه افتخار ای آره ای لخلخ کنی راه بری بلنگی یا ها آه بر شما سا فکر کنی مثلا یه فقیریه هر روز صبح میره یه نون بربری برای خودش بخره برای توی پولدار ثروتمند مولتی میلیاردرم یه نون بربری میخره زنگ تو کنه، شما نرید تا صف بفهم بفهم بفهم, بفهم نمگیرت داره میکنه دیگه آقا میخوام کمکت کنم حضرت مثل مامان بابا جواب میدن وقتی میگم خواستن کمکتون کنم مثلا مامان روز مادر برای چی هدیه بخرم بابا روز پدر برای چی بخرم چی, م... چی میگن پدر مادر چی میگن یه تو آدم باش تو درس تو بخون ما هیچ ازت نمیخوام درسته؟ دقیقا همینجوری میگن امام هم همینو میگن آقا میخوام کمکت کنم یا امیر فهمون عینونی الورع و الجهاد کمک هم کنی با تقوا باش و رعب داشته باش اهل جهاد باش و اموال هم و انفسهم برای خدا جهاد کن ما اصل کن من عجر ما پول از شما نمیخوایم ما عجری از شما نمیخوای این عجری الله انما نطعمکم لوجه الله ما تو با خود آقای ما مثلا شما کاری نداریم از این جهت پولی از شما نمیخوایم ولی عفته و عفیف باش و صداد و تو عفیف باش صدید باش به با من کمک کردی ما اینجا با این پیاده رویمون احسان میکنیم به ما موسیم. با سختی کشیدن تو مسیر احسان میکنیم. بعد به هم هم احسان میکنیم به یکدیگر هم احسان میکنیم این شبکه یا محبت و ولایت شکل میگیره این موجود جدید خلق میشه که تعداد سلولاش سی میلیون هم مثلا بیس میلیون سی میلیون هر چقدر نمیدونیم نمیشه شما کسی رو بخوای اما متعلقاتش رو نخوای. اون آدم با همه متعلقاتش تعریف شده هویتش با اونه چه شد خوشت میاد دماغت بدم میاد همینم دیگه همین هم چشم دارم همین دماغ هر دارم ببخشید دیاله خورده تو همینم پدرشه مادرشه فرزندانشه قومیتشه زبانشه نجادشه هرچی هست او با همینا تعریف شده بیا بگیم من پیامبر رو دوست دارم اما مسلمان ها رو نه به امتش دیگه کجا کلن ایرادات دارن هستن دیگه آقا ببخشید من اون پاد که میلنگه رو خوشم نمیده یعنی چی این پاد که میلنگه جز بدن منه یه پیکر واحده امت واحده واحده یعنی چی یعنی یه پیکر بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چوزوی به در داورت روزگار دیگر عضوها را نماند قرار دستش درد میکنه چشش هم خو... نمیخوابه اگه یه نفر چیزی عرض کردم مثل خوبی پرت کنن سمت صورت شما دستت میره بالا دسته میدی اصلا میگه چرا منو داری فدا میکنی مثلا را بردی؟ جهنم راستی چرا دست چپتو نبردی بالا دیگه راست هستی بود بیفته قد بشه به جهنم نه از غذا اونی که آماده تره و ورزیده تره رو میفرستی بالا ورکتفا کتفا پیامبر در بین امتش در بین صحابهش در جنگ ها در درگیری هایی که داشت کیو میفرستاد همیشه اول امیر جونش جونشو دوست نداشت نه این نبود اون ور اون ید الله دست خداست ازن الله این الله این پیکر واحد شدن اصل ماجراست که اینجا داره اتفاق باید بیفته اینجا باید اتفاق بیفته بعد این تمرین کنیم دیگه آقا این رو مخم میرم گفتم مثال چند شب پیش خیلی اوضاع مسلمان اول اسلام خراب بود لباس نداشتن ستر عورت کنن سر نماز خم و راست میشدن اوضاع خرابی بود برای همین دستور اومده بود که اول صف جلو کامل بلند بعد شما سر از سجده آن چه نادیدنی آن بینی اینجوری بود اوزاشون خراب بود یه ثروتمند اومد نشست تو گوش نبودم شب عبیتون میگه سه نفری پنج نفری چقدر از یه خورما میخوردیم یارو اومد نشست این فقیر اومد نشست این ناخودگاه اینجوری جمع کرد خودش پیامبر دید فرمود چی ترسیدی ثروتش بهت بچسبه ترسیدی ثروتت کم به اون بچسبه یا فقر اون به تو بچسبه گفت یا رسول غلط کردم اشتباه کردم ببخش منو شیطان بر من مسلط شد عوضش نصف ثروتم مال <applause> چه تنبیهی طرف گذاشت دمش خیلی مردم انگوش کوچیکه این آدم هم نیستیم برگشت به فقیره فرمود دیدیم میخواد نصف ثروتشو به تو بده آقا جا من نمیخوام او چرا گفت منم مثل این میشم من نمیشه پیامبر رو بخوام آن مسلمانه چون فقر داره نمیخوام شوهرمو دوست دارم و مادر شوهرمو نه خب اینم اونو دوست داره رو مخه باش رو مخ نباشه که تو مودت نکردی که رو مخ باشه سخته علی بابا تو کشته باشه باش همکاری کنی سخته از اصل اینه تو وقتی به متعلقات یه نفر احترام میذاری به اون آدم داری احترام میذاری ما علی اینم امامزاده میریم مثلا کی هستن اینجا میگیم آقا ای امامزاده بریم نماز بخونیم السلام علیکم نا رسول الله میگیم دیگه مثلا میدونیم کی هم خیلیشون نمیدونیم ای مثلا 20 تا 30 تا 40 تا 100 تا چه میدونم امامزاده ریشه دار اصلی مثلا معروف مثل حضرت معصومه و حضرت شاه چراغ و شهرری و چه اینا رو مثلا شو عبدلظیم اینا رو میدونیم خب بقیه اصلا آدم این کارش میدونه که ما نمیدونیم داریم رد میشیم یه شهری وایسادیم دادیم برای چی میریم میگیم اینا نسل توی پیامبرن من به خاطر احترام به پیامبر دارم به تو احترام میذارم الان اهل سنت مثلا به صحابه برخی صحابه که ما قبول نداریم احترام میزنم برای چی اون آدم چه موضوعیتی داشته صحابه پیغمبر بود به پیغمبره و همسران پیامبر امهات المؤمنین چون زن پیغمبره وقتی تو فوش میدی می ببین این بابت این داره به زن پیغمبر فوش میده این مسئله هست تو ذهنشونه یا نه من مسئله با همسر پیامبر غیر همسر پیامبر این چیزا ندارم زن لوت و نو هم کانت من القابرین گمراه بودن بعد مسئله رو حل کنیم ما خودم عاشق پیغمبر از غذا بی سر پیغمبر بحث کنیم ببینیم تو صحابه کدوم یکی پیغمبری تر بود بریم از همون هدایت بگیریم یعنی این سرنا رو از درن گشادش داریم بینوازیم این اشتباهه نمیشه این بر همین اختلاف وجود می تو چه این برگشته پشت مادرم مادر من گفتین پشت سر زیراب میزنه اون نمیدونم چیکار میکنه میبینی توی خانواده که با هم عشق و علاقه دارن توریدات مشترک دارن با هم دیگه بچه دارن اینایی که دورت هستن برن تا ما بیایم تو باید بتونی این از اصل ماجرا تو همینه پیامبر فرمود شیبت می سوره هود سوره هود من پیرم که گفتم چه گفت این آیه کدوم آیه فاستقم کما عمرت استقامت به واسه تو امر شده چش اینکه کاری نیست پیامبر اول العزم اون که کوتاه نمیان به این سادگی ها و من تا به مک اونا که کنار تو هستم اینا هم باید مثل تو بشه استقامت کن بابا من چه جوری اینو سر خطش کنم این کج کله رو این ریشه پیامبر سفید که میشست جوری با اینا آر اصلا رحمتا للعالمین چقدر مظلومه پیامبر نه ما شیعیان خیلی بهشون میپردازیم نه اهل سنت حقیقت درستیشون رو فهمیدن واقعا مظلوم از من بپرسید تو اهل بیت کدامی که شعنش کمتر ناشناخته است میگم خود پیامبر جوری با شوق به حرفای اینا گوش میداد بیت سیره میخونه آدم تاریخ میخونه کف میکنه خدا وکی جوری به حرفای اینا گوش میداد یه یه قصه ده بار براش تعریف میکردن انگار بار اولشه داره میشنوه حالا ما یه نفر یه بار دو بار تکرار کنه دیگه آقا شرمنده ای من یه کاری موخ مخ ما رو خورده بیچاره کرد سخت ما پدر بزرگی داشتیم آلزایمر داشت یه چیزی 20 بار برای تعریف میکرد و بزرگتر بود دیگه هر دفعه هم یه جوری تعریف میکرد دفعه اولت دا داره میشنه گوش کن از من بپرسیم میگم خدا اجر میده اگه به کسی که این چیزا رو صبوری کنه چون این اصلا دلیلیه یه وسیله واسه درمان من و شما واسه صبور شدنمون پس همزمان که معصوم رو دوست داری باید متعلقات امام معصوم رو دوست داری اینی سلمون لمن سالم اکم من در سلمم با اون که با تو در سلمه مبنای دوستی من شمایی میرم به خودم فکر میکنم میگم وای بر من چرا من یه کسی رو دوست ندارم که امام زمانم او رو دوست داره این قلب من بیماره تحلیل من بیماره و هر من ها هارب و در دشمنی هم با اون کسی که تو دو اصلا مبنای دشمنیش نگاه میکنم ببینم چه دشمنی خداست قرآن میفرماد عدو الله و عدو وکم دشمن خدا و دشمن شما چون دشمن من و شما الزامن دشمن خدا نیست با آقامونه <applause> <applause> بند خدا نماز شب هم شاید بخونه خدا دوستش داره ما دوستش نداریم رو مخمونه مثلا و این باش حال نمیکنم تو چه خری هستی که تعیین میکنی و کنی من تو مبنای تشخیص حق و باطلی نباش حال نمی. چرا من 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 حال نمیکنم و برابری همه در این مسیر و ان اکرمکم عند الله اتقاكم اینجا میگه که ان اکرمکم عند الله اشدكم حبا للحسین اینجا کدومتون بهترید اونی که حسینی تره اونی که اطاعتش از حسین بالاتره اون بالاترینه خب آقا ابو عبدالله برادرای دیگه‌ش هم تو کربلا هستن چرا عباس ابن علی میدرخشه ها چون برادر خطاب نمیکرده ما حسین رو سیدی و مولا حالا از سر اتفاق هم شما با هم برادریم اما شما بزرگ مایی شما استاد مایی شما امام مایی خدا کارایی میکنه بچه رو کرد ولی پدر عجب حضرت یوسف ولایت داشت بر حضرت یعقوب حضرت یعقوب محبتی که به یوسف میکرد این نبود که به بچه های مثلا این یکی زنش این دوتا بیشتر محبت کنه که وگرنه اینا این همین بلا رو سر بنیامین هم باید آوردن. او به ولی خودش داشت ارزه احترام کرد شما فرض بکن مثلا رفتی گذشته تو دنیای خیالی تصور کن مثلا رفتی هزار سال پیش هزار سال پیش هزار 1400 سال پیش مثلا امام حادی رو تو چار سالگی میبینی ها؟ چه احترامش میذاری؟ بچگیش میبینی؟ خدا میخواد بشکنه ببینه که تو سن بیشتر اینا برای اینکه عربه ها رو به چالش بکشه تو اینا سن بیشتر شیخ کبیر بودن مهم بود برای همین یه جوان 34 ساله رو گذاشت جانشین پیامبر امیر المومن. سخته برای یه جامعه عربی بده پیرمرد مرد 60 ساله به جوان 34 ساله بگه چشم سخت برای من سخته گوشم نکردم علی جوونه قبلش برای اینکه تست بزنه همه اینا رو معمور کرد بشن تحت همه رو خلیفه اول دوم سه همه رو معمور کرد بگن تحت امر اسامت ابن زید چند سالش بود؟ 19 سالش بود جیش اسامه معروفه دیگه لشکر اسامه همه با تحت امر رو برید به جنگ علی بمونه تو مدینه همه تو برید و خدا لعنت کنه هر کسی رو که از جیش اسامه تخلف کنه چی و نه رو نقل کردن هیچ کدوم نرفتن فکر <تصح> ما نمیدونیم ما رو میخواد بفرستی به جنگ تو اردن اونجا <تصح> ما با رومیا به جنگن بفرستی اونجا قشنگ خودم هم گفته حجت الودا که آخرین حج منه علی رم بذار اینجا قشنگ مستحکم بشه مستقر بشه ما برگردیم بگیم سلام علیکم سلام فرمانده <تصح> 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 نه خیلی نمیریم چی بکری خدا عمدن این کار میکنه حضرت موسی برگشتید با اینا گوسال پرست شدن شاکی شدی تو برگشت به خدایا این جانور گوسال ارساخی صدا رو کی بهش داد انا فتن نو قومک ما قومتو دوچار فتنه کردیم میخوام ببینم چند مرد حلو جان یه مثلا میشه شب اربعینی که مهمترین اتفاق اصلا توجه یه اتفاق میفته یکی میمیره مثلا یه خب حالا ببینم چیکار میکنید نمیشه حتی یمیزن تمیز باید بده جدا کنه خبیس من طیب سیره ها. این روش سنت خداست اجتماع حول یک جاذبه شکل میگیره و دفع یک دافعه دقت بکنید اولی کسی جذب میکنه گفتم خط وسط جاده میگه جذب اینوری باشید امام حسین اینجا داره جذب میکنه یعنی امام حسینی بودن ببین ابا عبدالله نمیفهمه که من با یزید بیعت نمی کنم که بدیهیه اینو واضحه مثلا ما بیعت کنی تعجب میکنیم ما میفرماد مثلی لا مثل یه کسی مثل من با یه کسی مثل یزید بیعت نمیکنه یعنی چی یه خطی رو باز گذاشته قربونش برم در کل تاریخ بگردید دنبال مثل یزیدا پیدا کنی دافعه داشته باشی و مثل حسینا رو پیدا کنی جاذبه داشته باشی بهشون اجتماع اینجوری شک میگیره و رزقن البراعت من عداکم رزق براعت میشه یک نفر از یزید بدش بیاد مثلا دایشی ها بدش نیاد داعش ها خودش همرن ها بودن تو کربلا چکار میکردن همین کار میکرن محب بهله بیت اینجوری سر میبرن مثلا اینو برای دنبال چیز بودن دیگه دنبال جذابیت آدم کشتن بودن کاری میکردن قفل بوده اینا یزیدی هم انجام ندادن یکی می قفس شیر یکی برق 380 ولت سنتی بهش بس میکردن هست فیلمش هست بچه کوچیک می آوردن می گفتن اصلا می دادن دستش می گفتن تو بکش مادرها رو از بچه هاشون تو دیالی جدا کردن دو روز گرسنه نگه داشتن بعد چلو گوش دادن به مادرها بعد برگشتن گفتن دم شما گیم خدا خود خیرتون بوده گرسنه بودیم بچه هامون بیاید ما نگه گفتن همینا که خوردید بچه هاتون بودن یه همچین حرامزاده هایی این با محب امام حسین این کارو میکنه دستش به امام حسین رسید چیکار میکرد به سنگ و چوب حرما رحم نمیکردن اینا دروغ هم میگفتن شرک 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 مثل سگ دروغ میگفتن اگه با قبر خالد بن ولید هم چیکار میکردن اینا عمرن همین ابن تیمیه ملعون لعنت الله علی اهل سنت نقل کردن خودش سنیان داختنش تو زندان بابا ایناست دیگه میگه وقتی مرد شیپیش گذاشته بود تو زندان بدنش میگه قسل میدادن آب شیپیش ازش میریخ ریخته بودن آب شیپیشه رو میخوردن بعد توسل مشکل داره آب شیپیش شغل نداره ها داشته شیپیش گلاسه بده والا با این این هن. دروغ میگن بوت بسازی به اسم ملک سلمان صبح تا شب دورش به چرخیه بی نداره پیانبر ایراد داره اون خر بزرگشون میگفت من افتخار میکنم 50 سال اینجا نماز خوندم به این قبل سلام ندادم احمق اولاق تو سر نماز داریم سلام علیک ایان نبی من عذر میخوام ببخشید الفاظ استفاده کردم از علاقا دارم عذرخواهی میکنم که اینو به علاق نسبت دادم علاقا که کل بله هم ازل علمین خراب اون خرا و دنیا نمانده سنفیش اتحادیهشون رو میفرستم یا خیر من نمیگیریم بیبرد چون رو این مقایسه کردیم؟ چی در ما دیده ما؟ کاری نداشتیم مثلا نه واقعیت اینا مثل سگ دروغ میگن بله هم ازل من نمیدونم چون میگن مثل سگ دروغ میگن سگ سوال شد برام مگه میشه شما یه نفر جلو هیئت رفتنتون رو بگیره اوه زمین و زمان رو به هم در حرم ها رو بخاطر کرونا بستن چیکار کردم؟ ملت ریخته بودن قفلا رو میخواستن بشکنن و نمیتونی جایی بین ما اماما ما ما فاصله بنازی برای چی آقا ما نگهبانا رو داشتن میزدن با من مامورا ما از اینجا قفل زدم نه بیخود کردی اینجا ما پدرم نظامی بود ارتشی بازنشسته است اون سالی که صدام ملعون آمریکا جنگ شده فراری شد اینا دیگه راه کربلا باز شد مردم قاچاق می اومدن دیگه بلدچی ها می آوردن ایشون تو مرز مهران اونجا بودن ارتش هم فرستاده بودن کنار نیروی انتظامی اینا بعد پدر پدرم گفتش که بابا اینجا مثلا این سیلا اومده بود این مین ها رو جابجا کرده بود این مردم میرفتن نمی دونستن این میدونه مین زمان جنگ جابجا جا شد این سیل جابجا که خطرناک بود 10000 می نفر میاد من برمیگردوندم بابا بینش راه میرفتم چه لعنتم میکردن خدا لعنت کنه با شمر مشهور بشی نذاشته ما بریم زیارت من گریه میکردم این کارو میکردم ما دلم سوخ براش چیکار کنم شما بین کسی که بین شما و امام حسین فاصله بندازی اینجوری میگی بعد چطور تو براعت نداری نسبت فرهنگ غرب که میلیون ها نفر از امام حسین دور میکنه دروغ داری میگی دیگه چطور با فرهنگی با ساختاری که اجازه بر پیغمبر کاریکاتور بکشن توهین کنن حفظ کنن اون آدم رو محافظ براش بذارن دهن کجی کنن به تو با اون مشکل نداری برای الی الله و الیکم منهم و من اشیاهم و اطباءهم و اولیائهم خدای من حالم از اونها هر کسی ربطی به اونا داره به هم میخوره اصلا فکر این می میگفتی نه اصلا خود اینو نجاسته به هر چی دست بزنه ما باید آب بکشم اونو دروغ داری میگی این که دروغ میگی بفهم که داری دروغ میگی برطرفش طرفش کن میگم تو میشه من مشکله ببین مشکل بنی اسرائیل که هیچ وقت نتونستن به ظهور برسن نتونستن حکومت تشکیل بدن این بود که از سمتی میگفتن فرعون بد است یذبحون ابناهم یستحیون نسام زب میکن بچه رو اما از سمت دیگه چی بود عاشق فرهنگ مصر بودن ایجبت قرآن میگه یؤمنون بالجبت و تاغوت اینا ایمان آورده بودن به ایجبت دوست داشتن تا ولشون کرد یه دونه گوساله ساختن چرا چون مصر گوساله آپیس میساختن حالا چرا مثلا خر نساختن گوسمن نساختن تمسان نساختن یه کوفت دیگه اینا چرا نساختن ها چون گوساله صاف ساختن چون گوساله طلای در مصر ساخته میشد سری چه گفتن یه گوساله برام ردیف کن سامری دمت گم. موسان موسی کرده بجو از مظاهرش هم باید بدت بیاد مدهوشش نباشی حداقل گارد داشته باشید وقتی گارد داری به اینکه چاقوی دستت میدن خب این اسکیما میدونید چیز چجوری میکشن گرگا اینا چجوری میکشن یه دونه برم دارن یه خنجر رو چپه میکنن توی برف عشان یخ که میزنه روش خون میمالن این گرگه میاد شروع میکنه لیست زدن این تیز زبونش چاک میخوره دوباره خون میریزه روی اون خنجر دوباره همینطور لیست میزنن انقدر لیست میزن میمیره همونجا از شدت خون ریزی. تو مظاهر اون رو میفهمی نه ببین ما وقتی فرعون میرفت گفتن پدر سوخته دهنمون رو سرویس کردیم فرعون اما عجب سیستمی داره خدا وکیلی عربه دیدی 2018 شو داده بیرون نمیدونی اصلا این سیاپوستا این سیاپوستا بدن چرا بدن چون اون غربیه دون میدونه پایین میدونه تو ذهن تو چرا سیاه پوستا بدن دیدی تو حب دونوره تو با موسن محشور نمیشی اینجا همه رو جمع کرده ما ما یه انگوش کوچیکه نیجریه یا نیستیم این چه بلایی سره آیه زکزاکی آوردن چهار تا پسرش کشتن به خاک و خون کشوندنشون یه پرچم از کربلا برداشتن بردن گذاشتن اونجا رو حسینیش حسینی صاحب از زمان میلیونی نمیتونن بیان عراق همش میلیونی سمتون پرچم امام حسین میرن زیر گلوله میرن نه این پذیرایی نیست گلوله تعذیه دارن اجرا میکنن میدونی با کدوم کاراکترش ارتباط میگیرن اون با جون با سیاه میگن صورت به صورت علی اکبرش گذاشت و صورت به صورت غلام سیاه دو نفر و صورت به صورتش شست یکی بود اگر رگه های نجات پرستی در من هست من اون نیستم دروغ میگم براعتم درست نیست دیوار سوراخ داره شیطان اومده اینجا اول جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن یا کوش کن یا اول موشه پدر سوخته رو بناز بیرون بعد جمع کن برای همین پرسیدن که آقا سواب براعت بیشتره یا الفاظی که درش براعت هست همون براعت و چرا؟ که این پاک میکنه ظرف تو تا ظرفت پاک نشه این دیگه نجاست توش باشه همین لیوان پر آب آب که پاکیه بریزن میشه یه لیوان نجاست آقا ما نداریم تو قرآن یه جای 17 تا خدا قسم بخوره دیگه 17 تا قسم ها رو ردیف میکنه زمین و زمان رو به هم میدونه و شمس و زوها و الغمر ازا تلا و نهار ازا و لیل ازا یخشه همه زمین و کائنات رو با هم یکی میکنه قد افلح من زکاها کی رستگار شد؟ اونی که پاک کرد ظرفش رو زکاها اول پاک کن و باید توش سلوات بریز و توش خیر بریز اگر این نجس باشه کثیف باشه براعت صورت نگرفته باشه استبراء یعنی پاک کردن بری کردن صورت نگرفته باشه ولا یزید و نه، الا خسار توش قرآن بریز میگه ظالمین و هر هرچی قرآن براش بخونه بدتر میشه چون قلب مریضه اینجا باید بگم خب من دنبال چیم مسیج اینجوری بگم ببین ما از دشمنان حسین علیه السلام بریده نشدیم برادر من برای اون اجتماع قلوب شکل نمیگیره ببین چرا ببین چرا جمع نمیشیم یه جاذبه دیگه جا هست حواسون رو پرت کرد دشمن حسین یعنی چی بگم یعنی اون چیزهایی که به خاطرش شما حسین کشتن عجب جمله طلایی قرآن یه بعد با آب نوشته یعنی اون چیزهایی که به خاطر امام حسین رسید آقای عمر سعد بله حسین ابن علی رو بله از بچگی با هم هم بازی بودیم دوستش داری تمام سعی خودم کردم جنگ صورت نگیره وقتی اون شمر ملعون داشت سر رو می منم گریه کردم این طرف تاریخ نقل کرده گریه میکرد از یا عمر اتنظر و یقتل عباد الله تو داری نگاه میکنه حسین دارن میکشن اینطور آقای عمر پس چرا جلو چشید؟ اسب تاختن کشتی کشتی دیگه مخالف سیاسی هست شد از تاختن دیگه چیه ابا عبدالله تو گودال بشه آدرس تو گودال که نمیشه اسب تاخت که نه برنامه داریم باید اون پیکر بیاریم بیرون بذاریم جای نیزه ها اینا رو ور داریم که اسب قشنگ بتونیم بتازیم سب کن بریم بریم به قلب عمر صد تو قلب دیگه چی تشریح کنیم ا ملک ری دوست داره ملک ری دوست داره احباد فرمود که به گندم ری نمیرسی که انداختی که گفت جوش هم برای ما بسته حالا نرسیدی که نمیرسی تا اونجا نمیرسی بری که مرزم بریم پس حالا حالا عوض کنیم حضرت فرمود میبینم که با سرت در کوچه های کوفه بچه ها دارن بازی میکنن زمینیش هم نمی... نکن این کار گرف، احمق میگه رفت ابو عبدالله با عمر مذاکره کن از <�زده> احمق خر پیش اینا پروفسور خدا رفت تذکر بهش داد رفت نصیحتش کرد اما که ابو عبدالله زبیر رو نصیحت کرد دلش میسوزه ما در مورد احسان امام حسین به دشمنانش هم شب گذشته دو شب گذشته صحبت کردیم یعنی آن چیزهایی که امام حسین را به خاطر آن کشتند برای من جاذبه نباید داشته باشه خونه است ماشینه شغل جایگاهه گندمری میدونی چی یعنی جایگاه یعنی پست زیرا به چند نفر زدی رفتون اون بالا آشته. <applause> شرایط فراهم نشد زمان امام حسین می بودی زیرا به امام حسین هم میزدی بگم ها نه اینجوری نیست نگو هست از یعنی تو بهتر بودی انگوش کوچیکه زبیر هم نیستی یه موی تن زبیر هم نیستی پسر امه شون اولا فامیلشون دو پشت به پشت امیر المامی دادن تو جنگا بهش میفتن سیف اسلام تو شورای شیش نفره به نفع امیر المامی رفت کنار که خلیفه باید علی باشه شبی که حمله کردن خونه حضرت روزی که حمله کردن خونه حضرت زهرا شمشیر کشید در دفاع از حضرت زهرا حضر زهرا ارزش داشت یا علی اگر نمیتونی برای من وقت نمیکنی تابوت یمنی بسازی که دیوار داره بگم پسرم هم زبیر بسازه ما زول از زبیر رجلا من نا اهل البین زبیر یکی از ما اهل بیت بود یا خدا یه موی تن زبیر هستیم خب فرزند این عبدالله ابن زبیر نداشتیم تو انقلاب کسایی که جلو انقلاب بایستدن خود بچه هاشون که سر نمازشون دیگه کسی نگفت الله لا. لا نه نه خیره نداشتیم تعارف داریم اما خدا رحمت کنه مرحوم گیلانی رو گیلانی ها هم داشتیم که باید مجسمه رو تو تک تک شهرامون بسازیم تناب دار خودش این دختر گردن پسرش نمیشتوسن مردم نمیشتوسن چرا نباید بشتوسن به بشیر خبر دادن پسرت یارا امام حسین وسط کربلا خبرش رسید که آقا پسرت تو سرحدات داره میجنگیدن برای سپاه اسلام گرفتنش میگن اگه پول خونش بدی نمیکشیمش مگه نمیکشیمش امام حسین فرمود تو برو برو نجات بده بیا پول بگی برو فرمان من تو رو ولت نمیکنم بین پسر و امام قرار نگرفت برادر این سپاه بود برادر اون سپاه پسر تو این سپاه بود پدر تو سپاه فوش میداد به برادرش میگفت وقتی کشتنش فوش میداد به امام حسین زبان گفت این کذاب ابن کذاب فریبت داد بالا سر جنازه برادرش تو سپاه حسین به شهادت رسید گریه میکرد بدونیم میگه میشه من براعت نداشته باشم نسبت به غیر ولایت و دوستی و محبت و سلم نداشتم نسبت به خودی بعد وقتی راه میریم تک تک داریم که داریم کنارم راه میرن نگاهشون میکنیم عشق ببرزیم به قلبمون یاد بدیم بگیم اینو عاشق این آدم باشین محب ما حسینه این امید به هدایتش هست که تو این مسیر راه برداشته و گام برداشته ما وقتی در جمع قرار میگیریم اثر میگذاریم و اثر میپذیریم مثل سلول های کنار هم این ماهی رو دیدید تو دریا ماهی کوچولو کنار هم قرار میگن تشکیل یه ماهی بزرگ میدن نهنگا میترسن به اینا حمله کنن از دور فهم کن یه نهنگه اربعین این اینه برادر من اعمال ما اثر میگذاره ظهر الفساد و البر و البحر به ما کسبت عید الناس ولو یو آخذ الله الناس و ما کسب و ما ترک علا ظهرها من دابتن ولکن یو اخرهم الا عجل المسما اعمال ما بر کل دنیا اثر میگذاره شما فکر نکن رفتی یه کار قطع اشتباه انجام میدی تو یه جمع اثری نمیگذاری یک سیستم رو خراب میکنی یه نفر ما من کاری ندارم کشتی زیر پای خودم دارم سرخ میکنه به خدا همین تیکه مال منه همین سیمی که از زیرم رد شده رو میزنه خاموش میکنی یه شهری خاموش میشه <تصفح> یه سیستم رو از ضربه میزنی عرض کردم خب ما به همیه به ارتباط داشتیم او رو فاسدش کردی او رو ولش کردی تو جامعه پنجا نفر صد نفر پونصد نفر رو فاسد کرد تو استارت یه دومینوی رو زدی تو از کجا میدونی تهش به چی بس امیر امیرالمومنین میفرماد می از گناهای کوچیک هم پرهیز کنید شاید این دومینوی غضب الهیه یه دختری به یه آقایی لبخند زد خانم قطام به آقای ابن ملجم نتیجه شد شهادت امیر المومن. زنا هم نکرد من خبر ندارم با یه لبخندی شد یه تهش به کجا میرسه اعمال ما ثقل داره وزن داره و من یه عمل مثقال زرتن خیرن یره مثقال زرتن شرن یرهو میبیندش میاریم جلو چشش یه نگاه کنه یا خدا یک حرفی اینجا زده بعد پنجاه سال یه فرقه درست شده 500 میلیون رو کره زمین خدا رو گذاشتن کنار جنایت انجام دادن یه, احم... یه خری یه احمقی ابن تیمیه یه کاری کرده یه وهابیتی شکل گرفته یه تکفیریگری شکل گرفته ناموس مردمو رو چه کار کردن چقدر آدم کشتن همه اینا یه کپی بر ابن تیمیه همه اینا یه کپی بر محمد ابن عبدالوهاب هیچ وقت نگو من تو این جامعه اثر من چیه من ای اثر کوچ اصلا و, و از غذا خدا به نیت ها کار داره یه نیت کوچیک کاری میکنی خدا میپسنده داوود هفتش سالش بود تو جنگ حضرت داوود جنگ جالوت و تالوت اینا پیچونده به از باباش اجازه گرفت دو تا داداشاش تو جنگ بودن گفت منم برم بینای آبی دستشو میتونم بدم دعوا نمیتونم بکنم کد که میتونم نگه دارم رفت اونجا یه تیرکمونی هم داشت فلاخون داشت گو جالو جالوت که میگن کیه گفت اون یه سنگ بعدش چرخون 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 زر صاف وسط کله جالوت اسم افتاد مرد جنگ قد شد گفتن جالود کشیش سپا پیروز شد خدا فرمونی ما پیغمبرش کردم <laughs> چه میدین؟ ما کاری یه دکمه ای رو فقط زدیم برق شهر رو خاموش کردیم یه دکمه رو زدیم یه تو... شوخی کردم یه ویراج دادم تو خیابون تو ویراج دادی رفتی اون مثلا نفهمیدی دیدی فیلم دوربیناش میاد بیرون اخیرا مود شده یه احمقی مثلا یه عقب یه کاری کرده توی جاده بعد رفته نمینه اون تریلی خورد نه 20 ماشین اون رو یتیم کردی بعد اون بچه اینجوری بزرگ شد اون برای همینه اون دنیا گوش کن باید همه محشور بشن تا حق و ناس اصلی در بیاد خدا دنبال حقه تو بعد خیرن یره و ببینی شرن یره و ب... عجب و نسل بعد اثر گذاشته این دکمه ما. این ادمی یاد این چیزه میفته این موشه سنجاب چیه این انیمیشنه دنبال بلوتشه آره اصلا بلوتر کوبید و یک زمین رو نابود کرد قرآن اینو میگه میگه اینو اثرات داره یک نظام رو ضربه زدی یک سیستم رو کار انداختی فسخ یعنی همین فسخ یعنی چیز جایی خودش جابجا کردن فاسق میشی مراقب حرفان باشه مراقب باشیم باشه ما اثر جمعی داره نباید ترسید از تنهایی باید جمع و ساخت دیگه تنهاتر از امیران ما داریم هیچ که نباید چار پنج نفر دورش بود اون اتفاقات افته این نکته آخر ارزم باشه چون شب آخره من حیف هم رو واقعا نگم چون به امام زمان میرسه اصلش می شروع کرد کار کردن امیر از کجا آدم بیرون کشید اگه تنهایی برو تولید نیرو کن برو پرورش بده نه ترس امیر فهم لا تستوحشو فی طریق الحدا لقلت اهله نه ترس تو مسیر چون من کمم بساز امکانات به وجود بیار امیر المومنین آدمایی رو که ساخت از تو جیگر و شکم دشمنانش بیرون کشید نسلی که 25 سال بعد میان پاره کابش می جنگن سعد ابن عباده خودشو خلیفه میدونست با ابواب بیعت نکرد ابو بکر نکرد بهتون بگم در مزرعه امیر همینقدر بس که بدونید در خونه سعد ابن عباده نریختن چون از خزرج میترسیدن امیر هم فهم بنی هاشم منو تنها گذاشت فرمود اگر به جای این عمو و این برادر آن عمو و آن برادر یعنی به جای عباس عم... عقیل جعفر و حمزه بودن من شمشیر میکشتم یه نفر چه اثری یه نفر حمزه سید الشهداست یه نفر جعفر تیاره تنها بود چیکار کار کرد امیران اون شروع کرد کار کردن کار کردن کار کردن همین سعد بن واده گفتم تا زمان خلیفه دوم بیعت نمیکرد. کرد زمان عمر کشتنش تو بیابون گردنش رو زدن بعد گفتن چی گردنش رو زدن گفتن جن گردنش رو زده یه جایی که شیعیان داشت بحث میکرد با یکی از اینا گفت علی چرا این کار کرد گفت ترسید جن بکشش تو خیابون میزدن میکشتن بودن جن کشته حالا برو بگرد جن رو پیداش کن <میزدن> این خودش امیرانوینا قبول نداشت سعد ابن باده و این هم گفت علی آه. پسرش شد جز بهترین یاران امیر بهترین یاران قیس ابن سعد ابن عباده سعید ابن سعد ابن عباده یا سعد ابن سعید سع... یا سعید اسمش سعید باید باشه اینا شد یاران امیر پسر خلیفه اول شهید راه امیر محمد ابن عبی بکر که میدونید ایشون جد امام صادق هم هست ام فروه مادر امام صادق نسل محمد ابن عبی بکر امیران 25 سال ظرفیت به وجود آورد زحمت کشید فکر نکنید امیر سکوت کرد به معنی اینه که سکون داشت دائم در حرکت و در کار بود حتما سخنرانی ده شب سازمان سریشی شیعر بهش بشنیم دوین چیکار چی کار داشتن میکردن اما صاحب ها الامر امر بدونید صاحب این امر یعنی امام زمان اجل الله از شرید یعنی آواره اطرید ترد شده و کنار گذاشته شده فرید تک و وحید تنهاست کمال الدین شیخ صدوق این هم امام زمان. یعنی ما غیرت داشتیم با همین با همین ما میمردیم میگه کنار گذاشته شده است برای چی؟ برای اینکه حب به من و شما چیز دیگه است حب به من و شما دنبال همون چیزاش که به خاطرش شما موسیقی کشتن آقا ظهور بکنم همین میشه تعارف نداریم من و تو اگه میگیم العجل بیا اونا نوشتن بیا آقا بیا باشو بیا این بود که عمر صد میگفت برید با حسین صحبت بکنید خجالت میکشم من اسمم تو امضاس نمیتونم رو نمیشه تنها کسی که نامه ننوشته بود اونجاش امر بود و من خجالت میکشم من رو نمیشه برم و دو ترد شده باشه او تنها باشه اگه ما مردیم بله دل هاتون مرده است اجتماع غروب داشته باشید حالا تنها ترین کیه فهم قربت امام زمان جگر رو آتیش میده برای امام هزار سیصد سال پیش برای امام سال شست و یک هجری اینجوری اشک بریزیم تو این مسیر بریم بگیم ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا ما حسین رو فراموش نمیکنیم علی اکبر که پسر امام حسین رو سرمون بگذاریم امام مهدی که پسر امام حسین رو نشنسیم این مسیر میخواد به من, ب... به من تو بگی بابا امام زمانت کو شما شما که ادداد میشه رفتی سراغ امام سال 60 هجری امام الانت کو غیرت میداشتی تو اگه این کار میبودی که اون امام ظهور کرده بود که چرا این اتفاق نمیافته خود حضرت میفرماد لو اگر ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته اگر شیعیان ما که خدا توفیق طاعت خدا بده بهشون الاجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم اگر اینها در وفای به عهد ما اجتماع قلوب می یعنی حول من مهدی دور هم جمع می شدن منیتاشونو می داشتن کنار ما تاخر عنهم اليمن بلقائنا لقاء و دیدار ما از ایشون یمن و سعادت و برکتش گرفته نمی شد تعجلت لهم السعاده مشاهده سعادت مشاهده نصیبشون می علت قیمت منو تو این <applause> ما آمادگی لازم رو نداریم که همین عراق نگاه کنید حالا امام حسین اومده خب به اومده بس عمر جام کرده اربعین تمام شد فردا دعواشون شروع میشه بازی میریزن کاخ ریاست جمهوری میگه میگن کجا میگه مملکت خودمون هم یه انتخابات میشه باز میریزن به جون هم دیگه این خونه اونو لو میدون ننه اونو لو میدون یعنی چی؟ فرق من و تو با اون مسیحی ازادار چیه گریه وقتی سپاه رسید به کوفه مردم کوفه هم گریه کردن اولی ازاداری میگن تو قصر یزید صورت گرفت وقتی برق برگشت ما وقتی کسی رو دوست داشته باشیم کار برای او برای اون میشه تفریح ببین معشوق میدوه بالا و پایین رو یکی میکنه عاشق میده بالا و پایین این ور, ور سختی اون سختی میکشه نمیدونم اون چیزی که معشوق رو میخواد فراهم کن برای کسی که عاشق خدا باشه جهاد میشه تفریح خدا عشق میکنه جا. الان به این نفر بیل بزن اینجا عمرن تکونه بهش بگم همون آدم میره باشگاه بدن سازی پنجا برابر وزنی بر بر بیلو صبح تا شب همینجوری بالا پایین میکنه برای یه هدفی ساخته یه شوقی ساخته میگه این اندام میخوام درست کنم جلو آینه هم از هست صرف هم آینه هست نگاه میکنه کیف میکنه اینجاست اون خب باید ما رو جمع کنه یک موجود از همون بسازه از الان بریم کار بکنیم دست چند نفر رو گرفتیم شیخانه خانه امام زمان نباید یتیم خونه داشته باشه یتیم خونه به معنی من نگی کسی بوده بیا بر من پیدا کنه من ندیدم که بگن زمان امیرالمومنین یه جایی بود به یتیم خونه مگه میذاشتن مردم سریع اینا که دنبال تعدد زوجات و این چیزام هستن خوب بدونن مثلا پیامبر اولین زنی که بعد از حضرت خدیجه گرفت سوده بنت زمعه بود که شوهرش تو جنگ شهید شده بود از غذا خیلی بد هیکل بود تنها زن پیامبر بود که بعد از آیه حجاب مردم تو خیابون میشناختنش یعنی از فرم هیکلش متوجه پنج تا دختر یتیم داشت پیامبر فرستاد خواستگاریش میگفت منو سر کار گذاشتید شما شوخی میکنه میشه این برای این بوده به برداشتن چه الان سلکت میکنه خوشگل ترینا رو حرفم میزنه اماماش هم چهار تا داشتن تو برای کارات هم مثل ماما باشه قبول بار چل تا بگی فردا نه رو آیفی بور گفت چهار تا زن بیشتر میشه گرفت و اینا دیوانه نه اینا رو برمیدن تا مثاله دیگه بار چه تا بیشتر بگیری پنج تا بشه خمس واجه بشه <تصال> قصه اینه تو این مسیر اگه من تو به امام زمان نرسیم که اجتماع قلوب اصلا اربعین الان رشد کرد چیه بعد 1200 سال رشد کرده به بلوغ اصلا اربعین عدد بلوغه چل عدد بلوغه چیه تکامل بده کرده شروعش با آشوراز الان به تکامل رسیده داره ریش در میاره به بلوغ رسیده ها؟ که چی بشه؟ از تو دل این اجتماع باید امام زمان در بیاد ظهور باید در بیاد باید بتونیم باید خودمون بتونیم مشکل ایران هم حل کنیم مشکل عراق هم حل کنیم مشکل هم حل باید کمک کنیم فکر کنیم زحمت بکشیم احسان کنیم مودت نشون بدیم چرا عکس این آقای سردار سلیمانی ما تو در و دیوار اینجاست ها رو نشون داده فراموش کرده هشت سال داشته می جنگیدیم با هم افتا این حرفا چیه زمانی که داعش رسید به سامرا و شمال بغداد حاج قاسم اینجا آمد خودش عمدن میومد که بقیه بکشونه بیاره دیگه وقتی اومد ماشینشون شیشتا تیر خورد ماشین خودش ماشین خودش سوار بود مرز شهادت رفت این بچه های هشت و شبی اینجا اینا رو دیدن فرمانده ما این نبود که برو فرمانده ما یاد, یاد گرفتن از سیره اهل بیت که بیا نفر اول بود لب خاکریز بود رحمت خدا بر ابو مهدی زمانی که جنگ بود ابو مهدی مهندس هست. عراقی تو ایران بود از نجات گذاشتن از چیز باشن یعنی این حق کجاست من اونجام چیکار دارم ایرانی هم عراقی هم آمریکایی هم چی چی؟ می ما شیطان پرستیم میگه ما شیطانیم مثلا خلق من نار و خلق من تین از گل من, آتیش من آتیش آفرد این گلی بو میده اخ اخ بیف بیف. اینا نیست امام زمان تنهاست خوش غیرت یه فکر کنیم دعواتونو بذارید کنار دعواتونو بذارید کنار نفسا رو بذارید کنار دورم جمع بشیم چه خاکی تو سرمون کنیم امام زمان تنهاست بعد بمیریم از این درد <تصح> تا خود کربلا اشک بریزیم بریزیم زیر قبه بگیم آقا ببخش ما چیکار کنیم ما نمیدونیم راه بهم نشون بده یابا عبدالله مگه نمیگم دعای زیر قبه مستجابه من مدام یه چیز فقط میخوام اللهم اجل ولی یکم و جعل نام این خیر اعوان هیون ساره من میخوام تو اون دولت باشم کمکم کن دعای آخر همه تقریبا سخنرانی بنده چی میگم خدا من ان همه ما و شما را از مسببین آن اصلی و خیر سفیانی ازمون در نیاد و در زور اون زمان قرار بود اعتقادم همه یه ده هزار نفر ده میلیون سی میلیون سی و سیزده تا سی باشه میشه میشه این رقابت باید باشه فلی تنافس المتنافسون و سابقون از سابق سبقت باید باید بگیم دار. فی قضاء هوا می نخوندید می دای نمیخونیم ولی مسارعین ایلی بود دویم بود دویم کارت دست بگیریم همینجا این با ما سر پاک کردیم کلی اختلاف و دعوا تو همین بین خادما این چیزا پیش میاد فکر نکنید اختلاف هم دیگه آقا حالت رویایی ما هشت سال دفاع مقدس هم بود دیگه جز اینه ببین چه دعواهایی بود زمان جنگ جمع میشد نگفت فهمید سپاه باید عوض شه خمینی بود چکن بوت بزرگو بشکن یک چیزایی میگفتن اون موقع کی میگه اینا نبود همینا میگن همینجا دعوا قصه اینا بود بره اون کی اینو گفته کی اون کارو کرده اینا بین ماست ما به منم گفتم من, من تو کار این موکب هیچ دخالم هم سخنران هم دعوتم هم کردید من هیچ کاری ندارم اما دنبال چی بودم دنبال ببینم اون اونی که کوتا میاد کیه من دنبال اون بودم اونی که گذشت میکنه کیه اونی که احسان میکنه کیه اونی که مودت میکنه کیه اونی که به خاطر ما سرش رو میندازه پایین به خاطر ما سرش رو میندازه پایین میپذیره کیه نه به تریج قوامون بر نخورده و خورده. فوش نخوردیم تو این مسیر کتک نخوردیم تو مسیر اهل بیت همه کتکار ما موسم خورد همه فوشا رو امیرالمومنین بر 70 هزار منبر لعن می‌کردن امیرالمومنین من و تو بر اسلام خال بر نداشتیم اللهم عجل لولی کل فرج والعافیه و النصر و من خیر اوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیک این مسیر از نجف تا کربلا ده روز ما داریم نگاه میکنیم همینطور آدم داره میاد همه این مسیر حرم ابا عبدالله همه این مسیر چه بسا تحت قبه ابا عبدالله است. ما یک دعا بیشتر نداریم اونم تعجیل در فرج مولامونه ما یک دعا بیشتر نداریم اون این که خدای ما رو از یارانشون قرار دیم. ما, م... ما معترف به این هستیم که ایراد داریم خدای ما از تو میخوایم به حق خون به ناحق ریخته شده حسین ابن علی علیه السلام و یارانش به دم المظلوم به خون علی اصغر به تو رو سوگند میدیم ایراداتمون رو برطرف بکن تعجیل در فرج قطب آلا می کن حضرت صاحب زمان خداوند انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهورشون قرار بده سلواتی بفهم